دوستان خوبم، ما توی ریتاچ ترجیحمون بر اینه که از روش‌های استفاده بکنیم که غیر تخریبی هن. یعنی هر موقع که خواستیم بتونیم برگردیم به مراحل قبلی، اگه جایی اشتباه کرده بودیم دوباره اصلاحش بکنیم. چنل اینوست رو سابسکرایب کنید. اگه این کار رو انجام بدم، مرج ویزیبل بگیرم، با داج و برن خود فتوشاپ کار بکنم، دارم تخریبی کار میکنم. پس دنبال یه روش دیگه هم برای اینکه داج و برن رو انجام بدم. من میتونم از اجاسمنت کروز استفاده بکنم. اجاسمنت کروز به طور کلی میتونه روی هیستاگرام تصویر ما تاثیر بذاره. به طور مثال من میتونم یه گره اینجا ایجاد بکنم روی منحنیم و اینو بیارم به سمت بالا برای اینکه داج بشه یا روشن‌تر بشه کل تصویر من. در حال حاضر داره روی کل تصویر تاثیر میذاره. یا میتونه بیاد به سمت پایین برای اینکه تیره‌تر بشه. خیلی خوب، من یه گره اینجا ایجاد میکنم. اگه بچه ها بخواین اینو حذف کنین، کافیه که بگیرینش و بندازینش بیرون، برمیگرده به حالت قبلیش. من یه گره اینجا ایجاد میکنم و اینو میارم بالاتر تا اینجا روی آوتپوت 150. حالا کافیه که ماسکم رو معکوس بکنم. این کار خیلی راحت با کامند آی میتونم انجام بدم یا کنترل آی. ماسک من از حالت سفید اومد به حالت مشکی. یعنی چی؟ یعنی اینکه تا قبلش این ادجاستمنت روش داشت روی همه قسمت‌های تصویر من تاثیر می‌ذاشت، ولی الان روی هیچ جا تاثیر نمی‌ذاره. حالا من میتونم ابزار براش رو بردارم، با رنگ سفید تعیین بکنم قسمت‌هایی که میخوام سفید بشه و در واقع قسمت‌هایی که میخوام داره ماسکم دیده، ادجاستمنتم دیده میشه، که ادجاستمنت من داره تصویرم رو روشن‌تر میکنه. در نتیجه براش من میشه یه براش داج. یه بار دیگه پیش بریم. ادجاستمنت کروز، یه گره اینجا ایجاد میکنم، تو آوتپوت تقریبا 150 میارمش بالا و ماسکش رو با کنترل آی یا کامند آی معکوس میکنم. حالا با براش سفید جاهایی که میخوام رو میتونم برگردونم و براش من تبدیل میشه به یه براش داج. نکته خوب اینه که با زدن ایکس روی کیبورد میتونین رنگ مشکی رو بیارین روی فورگراند و جایی که اشتباه کرده بودین رو برگردونین، برگرده به حالت قبلی. پس این روش کاملا غیر تخریبیه. هر جا رو توی داج کردنمون اشتباه کرده بودیم میتونین با رنگ مشکی برش گردونین. همینطور میتونم یه کروز بسازم برای برن. یه گره اینجا ایجاد کنم، بیارمش تا آوتپوت 100 پایین و با کامند آی معکوسش کنم. اسم اولی رو بذارم داج، اسم دومی رو بذارم برن. حالا با رنگ سفید اگه بیام روی لایه برن روی ماسکش کار بکنم، براش من براش برنه، داره تیره تر میکنه و اگر بیام روی قسمت داج روشن تر میکنه. پس عملا داج و برن رو با کروز ساختم و کاملا غیر تخریبی. خب حالا برای اینکه بهتر بتونم لکه ها رو ببینم، رنگ رو میخوام موقتا از تصویرم حذف کنم. این کار خیلی ساده میتونین انجام بدین. میتونین هیو سچوریشن رو بیارین، ادجاستمنت هیو سچوریشن و سچوریشن رو بزنین روی منفی 100. رنگ رو من موقتا از تصویرم میگیرم و بعد از اینکه داج و برنم تموم شد، لایه هیو سچوریشن رو برمیدارم. البته این باید بالای داج و برن باشه، نه بین داج و برن. پس رنگ رو میتونیم موقتا از تصویرمون بگیریم و برای اینکه لکه ها رو بهتر ببینم میتونم از یه کروز دیگه استفاده بکنم و هایلایت ها رو تیره تر کنم. با این کار ببینین این کروز بالایی باعث میشه که لکه های پوست بهتر دیده بشن. دوستان خوبم، این دوتا لایه راهنمای شما هستن. بعد از داج و برن حذف میشن. من لایه اول رو آوردم هیو سچوریشن روی منفی 100 برای اینکه رنگ رو بگیرم موقتا، و یه کروز آوردم کل تصویرم تیره تر کردم برای اینکه لکه ها خودش رو بهتر نشون بده موقتا، چون توی داج و برن ما میخواییم با این لکه ها کار بکنیم. خب بریم تنظیمات براش رو نگاه بکنیم و ببینیم که در واقع براش ما باید چه تنظیماتی داشته باشه. بچه ها من کلیه تنظیمات تمپرشر قلمم رو آف میکنم، یعنی اصلا حساسیت قلم رو به فشار دستم روی در واقع قلم نمیخوام،
چون امکان داره یه جا بیشتر فشار بیارم یه جا کمتر و خود این باعث میشه که لکه ایجاد بشه. پس کلن تنظیماتی مثل شیپ داینامیک و تنظیمات در واقع قلب بند که شاید بیشتر برای دوستانی طراحی شده و قابل توجهه که کار دیجیتال پینت انجام میدم، ولی من ازش استفاده نمی کنم. شیفت F5 رو اگه روی کیبوردتون اگه F5 رو روی کیبوردتون بزنید تنظیمات قلمتون رو میتونین ببینین. همه چی خاموش باشه به غیر از اسموتینگ، به خصوص شیپ داینامیک کاری نداریم باش، ما یه براش ساده میخواییم. پس همه چی خاموش به جز شیپ داینامیک، به جز اسموتینگ. خیلی خوب، هاردنس براش من روی 0، فلو براش من روی 1%. حالا شروع بکنم به داج و برن، ببینم کجاها رو باید داج بکنم، کجاها رو باید برن بکنم. به طور کلی ما میتونیم دو نوع داج و برن انجام بدیم بچه ها. یا داج و برن ما لوکاله، لوکال داج و برن داریم که توجه ما به جزئیاته، یا گلوبال داج و برن میتونیم انجام بدیم که امروز هر دو رو انجام میدیم میبینیم. توی گلوبال داج و برن ما دنبال اینیم که فرمای صورت بیاد بیرون. گلوبال داج و برن رو توی میکاپ آرتیستا کانتورینگ میشناسن، یه سری قسمت ها رو روشن میکنن، یه سری قسمت ها رو تیره تر میکنن برای اینکه فرم صورت بهتر دیده بشه. ولی توی لوکال داج و برن ما دنبال اصلاح ایراداییم، قسمت هایی که در واقع لکه ها ایراد دارن. بریم عملا ببینیم، من فکر میکنم اجراش بکنم خیلی بهتر برای شما جا بیفته. ما الان تو مرحله لوکال داجو برنیم یا فیکسر داجو برن، اینا همه اسماییه که در واقع روش گذاشتن. برمیگردم به زوم کنترل یک و حتی یه مقداری میام عقبتر. من همیشه داجو برنی که انجام میدم برای کار پورتره، در حدیه که کل صورت رو روی مونیتور ببینم، اصلا زیاد زوم نمیکنم. چرا؟ چون اگر توی این لول داج و برن بکنم دارم بافت پوست رو از بین میبرم، دارم بافت پوست رو داج و برن میکنم. پس برمیگردم تا جایی که صورت رو توی مونیتور ببینم و شروع میکنم به داج کردن و برن کردن. از داج شروع میکنم. ببینید یه سری قسمت ها لکه تیره، من شروع میکنم روی قسمت هایی که لکه تیره هستن براش زدن، برای اینکه قسمت های تیره روشن‌تر بشن. خب دوستان، داج و برن یه چشم تمرین دیده میخواد و معمولاً اولین نتایجش بسیار ناامید کننده است. یعنی اگر یه بار انجامش دادین اصلا خودتون رو قضاوت نکنین که من نمیتونم داج و برن بکنم. من خودم همین الان حداقل سعی میکنم روزی یکی دو ساعت داج و برن رو تمرین بکنم برای اینکه از دستم در نره. همین الان روشیه که خیلی وابسته است به طراحی و نقاشی و حتی پیشنهاد میکنم که در حد کلاس‌های مقدماتی، اگه حتی نمیخواین طراح هم بشین، در حد کلاس‌های مقدماتی کلاس‌های طراحی رو شرکت کنین، برای اینکه درکتون نسبت به خاکستری ها و حجم‌هایی که با خاکستری های مختلف در واقع نشون داده میشه بره بالا، بهتر بتونین تشخیص بدین. من توی این مرحله دارم لکه هایی که تیره هستن رو روشن میکنم. شاید به نظر بیاد که الان چه اتفاقی داره رو تصویر میفته، اصلا چیزی تغییر نمیکنه. این تغییریه که داره روی پوست، روی قسمت پیشونی اتفاق میفته و حسن این روش اینه که بافت پوست رو ما اصلا دست نمیزنیم بهش، بافت پوست عملا داره حفظ میشه و فقط اون لکه ها، اون جاهایی که ایراد داره اصلاح میشه. خیلی خوب، کارم رو ادامه میدم. حواسم به اون پلنی که چیدم هست. توی قسمت هایی که توی پلنم تیره بود ترجیح میدم بیشتر با برن کار بکنم، برای اینکه فرم تیره این قسمت باقی بمونه، نه اینکه این قسمت کامل روشن بشه به اندازه مرکز پیشونی. بسیار عالی. داج و برن شاید لازم باشه حدود نیم ساعت تا 45 دقیقه برای عکس پورتره انجام بشه و برای عکس بیوتی شاید لازم باشه 3 تا 4 ساعت انجام بشه. این یه چیز طبیعیه. روشیه که حوصله زیاد میخواد و تمرین خیلی زیاد. پس من قسمت هایی که یه مقدار
در واقع لکه های روشن هستن رو دارم با برن روشون کار میکنم. اینجا رو نگاه کنین بچه ها، مثال خیلی خوبیه. یه لکه داریم که روشنه اینجاست، بلافاصله بعدش یه لکه داریم تیره است اینجاست. من اونی که تیره است رو روشن‌تر میکنم، اونی که روشنه رو تیره‌تر، این دوتا به هم نزدیک میشن، در نتیجه این لکه اصلاح میشه. نگاه کنین، میام روی داج، این قسمتی که تیره است روشن‌تر بشه و این قسمتی که روشنه یه مقدار تیره‌تر، این قسمتی که روشنه یه مقدار تیره‌تر. حالا نگاه کنین، یه مقدار میتونم روی داج بیشتر روی این لکه کار بکنم. اوپاسیتی اومده روی 22%. ببینین خیلی راحت میتونم بدون اینکه به بافت پوست لطمه ای بزنم، چون تو کار پورتره برام مهمه که بافت پوست حفظ بشه. بعضی از دوستان توی تایم بریک در مورد خرید وسیله های عکاسی، تجهیزات عکاسی از من پرسیدن. به نظرم بد نیست که یه توضیحی راجبش داده بشه. ببینید، من ترجیح میدم که، یعنی ترجیح دادم زمانی که کارامو شروع کردم با یه شاخه نور کارامو شروع بکنم، ولی تا جایی که میتونستم سعی کردم بهترین نوع نور رو تهیه بکنم. به جای اینکه سه تا نور بخرم، ترجیح دادم یه دونه نور بخرم ولی نور خوبی بخرم. و حتی یه دونه مادیفایر خریدم، یعنی فقط یه اکتا 4 در اکتای 120 بود، ولی اون تایم باعث شد که خیلی خوب سافت باکس ها رو یاد بگیرم. بعد از اون بیوتیدیش اضافه شد، باعث شد که بیوتیدیش رو خوب یاد بگیرم. بعد از اون مادیفایر هارش اضافه شد و این مرحله به مرحله پیش رفتنه خیلی باعث شد که این تعامله روی هر کدومشون بحث نورپردازی بهتر جا بیفته. و مدت طولانی کار کردم با یه نور. به نظر من اول ورکشاپم بهتون گفتم تا جایی که میتونید این پیشنهاد منه، ورک فلوتون رو ساده نگه دارید برای شروع، بعداً میتونین یه سری چیزا رو بهش اضافه کنین، ولی این ساده نگه داشتن ورک فلو کمک میکنه که شما روی متمرکز بشین روی اکسپرشن، روی اون آرت سایت که در موردش صحبت کردیم، و خودتون رو توی اون قسمت قوی بکنین. برای همین پیشنهاد من اینه که ساده نگاه کنید به قسمت تجهیزات. من معتقدم باید برای یه عکاس حرفه‌ای، یعنی یه پروفشنال فوتوگرافر که تعریف داره، کسیه که شغلش عکاسی و درآمدش از این راهه، نظر من اینه که باید بهترین وسیله ها تهیه بشه. اما شما میتونین به عنوان یه آماتور فوتوگرافر، کسی که نگاه مالی نداره به این جریان، لذت ببرین از عکاسی پورتره. هیچ ایرادی نیست. با ساده ترین وسیله ها میشه در واقع بهترین حس و نور رو ثبت کرد، بهترین اکسپرشن رو ثبت کرد. خب تقریبا میتونم بگم داج و برن فیکسر برای کار من کافیه تو این مرحله. یه مقدار اینجا رو میتونم داج بکنم و دیگه بیش از این وارد جزئیات نمیشم. بریم بیفور افتر داج و برن رو ببینیم. بیفور افتر، اگر هم حالا لایه هیو ساتوریشن و کروز رو برداریم که گفتیم اینا موقتن، میتونیم ببینیم که توی این مرحله بیفور افتر کاملا تاثیرگذاره و در این حال بافت پوست کاملا حفظ شده. بیفور افتر، این چیزیه که در واقع میتونه توی کار عکاسی پورتره، توی ریتاچ پورتره خیلی خوب بهمون کمک بکنه. یه قسمتی از ابرو هست که میتونه در واقع یه مقداری پر بشه، قسمت روشنی اگه هست میتونه با برن تیره تر بشه و همینطوری این قسمت یه مقدار میتونیم حالا برگردیم اگه نیاز بود. خب خوبی این روش ها به در واقع غیر تخریبی بودنشون بود، هر جا که نیاز باشه میتونیم برگردیم یه قسمت رو در واقع اصلاح بکنیم، ولی برای کار من اینجا به عنوان عکاسی پورتره با روی کرد پورتره میتونه تا این مرحله فیکسر داج و برن کافی باشه. حالا بریم لایه پلن رو ببینیم، ببینیم آیا طبق همون پلنمون پیش رفتیم یا نه. نگاه کنین،
بعد از این داج و برن هنوز قسمت هایی که در واقع اون تیر روشنی که من علامت زدم سر جاشه. اگر من تو داج و برن بردارم این قسمت بینی که تیره است و روشن کنم، خیلی اون سمت که روشنه رو تیره کنم، در واقع دارم جهت نورم رو عوض میکنم و این کار منو مصنوعی میکنه. به خاطر همین حواسم هست که از اون پلن خارج نشم. خب حالا میتونم برم سراغ گلوبال داج و برن. برای گلوبال داج و برن دوباره میتونین کروز بسازین، یا اینکه یه تکنیک ساده تر که حالا مرور هم بکنیم این راه رو، یه لایه خالی روی بلندینگ مود سافت لایت. اگر شما یه لایه خالی رو بذارین روی بلندینگ مود سافت لایت، با ابزار براش میتونین داج و برن کنین با رنگ مشکی و سفید. با مشکی میتونین برن کنین، با سفید میتونین داج کنین. ببینین الان رنگ من مشکیه، داره برن میکنه. ایکس رو میزنم، رنگ فورگراند بکگراند جاش عوض میشه. تو این قسمت دقت کنین، رنگ سفید اومد بالا رو فورگراند، حالا سفید میتونه داج کنه. خب حالا کجاها رو داج کنم، کجاها رو برن کنم؟ تو این مرحله دیگه من دنبال رفع ایرادای پوست نیستم، دنبال اینم که فرمای صورت رو تشدید بکنم. چون تو داج و برن، توی لوکال داج و برن، تا حدی ما کنتراست رو از دست میدیم. اینجا میخوام با بحث در واقع کانتورینگ این عمق و بعد صورت رو بهتر نشون بدم. میتونین روی اینترنت سرچ بکنین کانتورینگ، برای اینکه الگوهای کانتورینگ میکاپ آرتیستا رو ببینین و ازش ایده بگیرین برای بحث گلوبال داج و برن توی این مرحله. پس من گروه اول رو اینجا میذارم توی گروه به نام لوکال دی بی یا لوکال داج و برن، و این یکی میتونه گلوبال داج و برن باشه. برمیگردم به ابزار براش و هیو سچوریشن با سچوریشن منفی 100 رو دوباره برمیگردونم برای اینکه بهتر بتونم دوباره داج و برن انجام بدم. خب یه مقدار مرکز پیشونی رو روشن‌تر میکنم با داج، یه مقدار این گونه میتونه روشن‌تر بشه، همینطور این سمت و مرکز بینی، این قسمت، همون قسمتایی که توی پلنم علامت زده بودم، یه مقدار بالای لب و همینطور این قسمتا. ایکس رو میزنم برای اینکه سویچ کنم روی برن. کنار بینی رو میتونم یه مقداری تیره تر بکنم، زیر بینی یه مقدار تیره تر بشه این قسمت. به طور کلی اطراف صورت بچه ها میتونه یه مقدار برن بشه برای اینکه صورت بزنه بیرون، و همینطور این قسمت میتونه یه مقدار برن بشه و این استخونی که اینجا در واقع روی صورت قرار گرفته میتونه یه مقداری جایی که داره برن بشه. بیفور افتر میبینیم خیلی جزئیه گلوبال داج و برن، ولی تاثیرگذار. من زمانی که توی کارم میکاپ آرتیست داشته باشم این مرحله رو انجام نمیدم، چون میکاپ آرتیست انجام داده، من فقط روی اون الگویی که اون داره در واقع کارم رو میبرم جلو. تقریبا کارمون تموم شده و در واقع یه ریتاچ پورتره قرار نیست چیزی بیشتر از این باشه. میگم ما دیدگاه بیوتی نداشتیم، از اینجا به بعد فقط درگیر فاینال کردن عکسیم. یعنی یه کالر گریدینگ جزئی، یه شارپ سازی جزئی میتونه کار منو به پایان برسونه. من از کنتراست شروع میکنم، یه مقداری کنتراست کارم رو اصلاح میکنم. از اجاسمنت کروز میتونم برای این کار در واقع استفاده بکنم، برای اینکه کنتراست تصویرم رو یه مقداری افزایش بدم. اینجا میتونم روی کروز مستقیما کار بکنم. خب فرم S کنتراست تصویر من رو افزایش میده، معکوس فرم S کنتراست رو کاهش میده. حالا متناسب با کارتون میتونین در واقع این تغییرات رو داشته باشین. اما من اینجا با خورده اینو کوچیک‌تر بکنم، صورت رو ببینم. این آیکونی که شکل دست هست میام روی هایلایت ها قرار میگیرم و یه مقدار هایلایت ها رو به طور کلی روشن‌تر میکنم و میام توی قسمت شادوز پوست، سایه های پوست، یه مقداری این قسمت رو برمیگردونم به سمت پایین برای اینکه تیره تر بشه. حالا برای اینکه افزایش کنتراست من روی رنگ ها تأثیر نذاره، بلندینگ مود این لایه رو از روی نورمال تغییر میدم به لومینوسیتی، برای اینکه میخوام فقط کنتراست در واقع نور روی نور تصویرم کار بکنم، نمیخوام روی رنگ تأثیر بذارم. همونطور که اینجا میبینین کنتراست داره خیلی ساده افزایش پیدا میکنه. حالا
میتونم یه کروز داشته باشم این بار برای کالر گریدینگ، میتونم به فضاسازی رنگی در واقع بپردازم. خب ما در حالت عادی توی کروز روی چنل در واقع روی RGB هستیم، یعنی تلفیق سه تا چنل رد، گرین و بلو رو داریم میبینیم، روی هیستاگرام تصویرمون مستقیما کار میکنیم. در صورتی که ما میتونیم به طور مجزا روی چنل هایی که داریم کار بکنیم، به طور مثال من میام اینجا از کنتراست یا معکوس کنتراست چنل بلو استفاده میکنم. اگر ما اینجا بیایم به سمت بالا رنگ آبی حاکم میشه، اگر بیایم به سمت پایین رنگ زرد حاکم میشه. خیلی خوب، من میام روی قسمت شادوز تصویرم، روی این قسمت، روی سایه ها، و اینو میارم به سمت بالا برای اینکه توی سایه ها رنگ آبی خودشو نشون بده، و معکوس رنگ آبی استفاده میکنم برای هایلایت ها. این تکنیکیه که ما توی کالر گریدینگ ازش خیلی استفاده میکنیم. میام روی این قسمت و اینجا رو کلیک میکنم، بر میگردونم زرد و به سمت پایین تا این اندازه، برای اینکه فضای در واقع رنگی تصویر من هم تغییر بکنه. بسیار عالی، میتونم با فیلتر های پاس تصویرم رو شارپ بکنم و کارم به پایان برسه. البته میتونیم یه مقدار هم گرین بدیم به تصویرمون برای مراحل نهایی. پلن رو ببندم، کروز و هیو ساتوریشن رو دیگه بهش احتیاجی ندارم. حالا میتونم یه مرج ویزیبل بگیرم، چون میخوام تصویرم رو در واقع شارپ تر بکنم با استفاده از فیلتر های پاس. کامند آپشن شیفت ای، فیلتر آدر های پاس. فیلتر های پاس میتونه جزئیات تصویر ما رو استخراج کنه. 40 نه، حالا از 1 شروع میکنم، از رادیوس 1 آروم آروم با اروکیا جهت بالا رو میزنم تا جزئیات تصویر من استخراج بشه. حدوداً اینجا فکر میکنم 2.5 کافی باشه برای کار من. اینو اوکی میکنم و بلندینگ مودش رو از روی نرمال تغییر میدم به هارد لایت. این کار میتونه باعث افزایش شارپنس بشه. ببینین بیفور افتر روی چشم کاملا مشخصه. خب حالا این شارپنس روی کل تصویر من زیاد بشه؟ نه، من فقط میخوام بیاد روی چشم، به خاطر همون پلنی که در واقع اول کارمون چیدیم و در مورد صحبت کردیم که میخوایم فوکوس مخاطبمون از چشم شروع بشه. بسیار عالی، پس آلتو نگه میدارم، روی ماسک کلیک میکنم که با ماسک معکوس در واقع با ماسک مشکی ماسکم رو داشته باشم، ابزار براش، رنگ سفید، با فلو 10% میتونم کار بکنم، چشم رو حتما کامل براش میزنم، یه مقدار این قسمت ها، یه مقدار اینجا، این چشم، این سمت، یه مقدار روی گونه خیلی کم و یه مقدار هم روی لب، و حالا با اوپاسیتی این لایه رو کنترل میکنم. از اوپاسیتی 100 میتونم بیام روی اوپاسیتی حدوداً 50 برای کار من کافیه، تا این حد شارپ بشه برای کار من کافیه. میتونم با گرین دادن کارم رو به پایان برسونم. برای گرین دادن ساده ترین تکنیکی که میتونیم اینجا ازش استفاده بکنیم، استفاده از یه لایه خاکستری 50%. یه لایه جدید، منوی کلید شیفت F5 رو روی کیبوردتون میتونین بزنین، کانتنت بیاد روی حالت 15% گری، خاکستری 50%، منوی فیلتر، نویز، اد نویز. حدوداً 30% میتونه اینجا برای کار من کافی باشه، 35%، 30%. اینو اوکی میکنم. بچه این گرینی که داریم ایجاد میکنیم باعث میشه اون بندینگ کارمون حذف بشه، همون پله پله شدن خاکستری ها که راجبش صحبت کردم. این گرینی که الان، این نویزی که من الان ایجاد کردم، دو تا یه نکته مهم هم داشت اینم بگم. نویز اد نویز، تیک مونوکروماتیک باید زده شده باشه، چون اگر نباشه نویز شما رنگی میشه. ما نویز رنگی نمیخوایم، میخوایم گرین اضافه کنیم به عکسمون. پس روی حالت گازیان و مونوکروماتیک باشین و این اوکی بکنین. این نویزی که الان ما روی تصویرمون ایجاد کردیم یه مقدار هارشه، میخوام سافت بشه. برای همین میرم به منوی فیلتر، بلر، گازیان بلر، 1 پیکسل میتونم در واقع بلر بدم برای اینکه این دونه های مقداری نرمتر بشه، این نویز های مقداری نرمتر بشه، و در نهایت بلندینگ مودم رو از روی سافت لایت
از روی نورمال بیارم روی سافت لایت. حالا این نویز تا این حد قطعاً برای کار من خیلی زیاده و من اوپاسیتی رو کم میکنم تا حدود 30%. بسیار عالی. بیفور افتر، این کل کاریه که در واقع طبق اون پلنی که من داشتم میتونه انجام بشه برای اینکه من از اینجا برسونه به اینجا، در این حال که بافت پوست حفظ شد و در واقع اون جلوه نچرال کار من حفظ شد، اون زیباسازی که مد نظر من بود روی کارم انجام شد. دوستان عزیز، سوال اگر دارید بپرسید. ممنونم از مدرسه اینورس که این فرصت رو در اختیار من گذاشت که بینش من جوابتون رو میدم. در بین شما عزیزان باشم. ممنونم. به چنل اینورس سابسکرایب کنید تا صدها ویدئوی آموزشی رایگان رو از دست ندید.